به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. در ادامه این برنامه، ترک‌ها هنوز روی زندگی مردمش هست. 10 سال از زلزله مرگبار بم گذشت. 10 سال پیش در 5 دی ماه 1382 ایران با این خبر بیدار شد: زلزله بم را تکان داد. حادثه‌ای که پیامدهایش هنوز گریبانگیر شهر است، شهری که در سالگرد آن زلزله ویرانگر سیاه. تصاویر بعد از 10 سال هنوز آدم رو متاثر میکنه. جواد منتظری عکاس خبری از شهر ترندهیم نروژ با ماست و همینطور از کانادا مهرداد دریجانی، دانشجوی اهل بم از سن جونز با ماست. آقای دریجانی، شما به ما بگید اون صبح 5 دی ماه در چه حالی بودید؟ چه اتفاقی افتاد؟ سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان عزیزم و تسلیتم خدمت تمامی همشهریای عزیزم. خب حادثه زلزله بود متاسفانه در شاید در یکی از بدترین زمانهای ممکن، ساعت 5:30 اشتباه نکنم، رخ داد و همه رو غافلگیر کرد. به واسطه همین زمان بعد تلفات زیادی داده شد و من هم خب تو حادثه بودم و کامل در جریان، یعنی همه اون چیزهایی که شاهد همه ماجراها بودم. متاسفانه چیزی هم چیز خوشایندی نیست که بخوام حالا ذکرش کنم یا اینکه یادی ازش کنم. از اعضای خانواده شما آیا اتفاقی برای اونها افتاد؟ نه، اعضای خانواده خودم نه، اما دوستان و فامیل ها بسیار فراوون. بله، ببخشید من اصرار میکنم روی این موضوع. میخوام اولین حسی که پیدا کردید وقتی که زلزله اومد، از خونه بیرون اومدید، اون رو برامون توصیف بکنید. خب اولا که زلزله موقعی بود که همگی خواب بودیم. شاید همه هر فرارها به سمت راه‌های خروجی یک عمل غیر ارادی بود، یعنی چیز ارادی نبود که اصلا اون لحظه شاید فکر در عمل نمیتونست تصمیم گیر که داره چه کار میکنه، ولی همه چیز غیر ارادی بود و جز ترس و وحشت محض و تاریکی و هیچ چیز حاکم نبود توی شهر. بله آقای منتظری، شما یکی از عکاسانی بودین که بلا فاصله به بم رفتین. از حال و هوای خبری کار به ما بگید، چطور بود؟ خودتون چطور به اونجا رسوندید؟ بله سلام، اجازه بدید که من ضمن عرض سلام به شما و به هموطنان عزیزم در بم در واقع شروع کنم. ببینید، ظهر روز جمعه بود که من رفتم روزنامه برای کار و مثل هر روز، خب جمعه ها روز خلوتی بود برای در آوردن روزنامه روز شنبه، و اونجا متوجه شدم که در تحریریه صحبت هست که در بم زلزله اومده و زلزله شدیده و تصمیم بر این هست که ما بریم یا نه. و من خب خیلی اصرار کردم که من میخوام برم حتما. تصمیم گرفتیم که بریم و وقتی اومدیم که اون موقع تازه دوربین دیجیتال اومده بود و من هنوز دوربین دیجیتال نداشتم، و وقتی اومدم برم فیلم بگیرم از روزنامه و برم فیلم عکاسی، دیدم که فیلم عکاسی در روزنامه موجود نیست و گفتم خب پول بدید من برم. یک عکاسی توی شهر بود که روزهای تعطیل به عکاسای خبری سرویس میداد، گفتم که لااقل بودجه بدید من برم ببینم. بعد گفتن که بودجه هم موجود نیست، یعنی به شرایط اینقدر تلخ بود، به تلخی همون اتفاقی که در بم افتاده بود برای ما که روزنامه‌نگار بودیم. به هر حال بچهای تحریریه جمع شدیم و با هم هر کسی یه مبلغ پول گذاشت و من رفتم به اون فروشگاه مراجعه کردم و 20 حلقه فیلم خریدم و رفتم خونه و به همراه همسرم رفتیم فرودگاه و تقریبا تا شب توی فرودگاه بودیم و شب تونستیم یه دونه پرواز اضطراری پیدا کنیم که وسط این پروازهایی که کمک می‌بردن به بم و یه سری مسافر و نیروهای امداد و اینا می‌بردن، تونستیم شب برسیم بم. آقای منتظری، سوالتون رو قطع می‌کنم. می‌خوام بدونم چی بود در مورد بم؟ به هر حال ما هم قبلش هم بعدش بارها به هر حال اتفاقات این چنین در کشور افتاده بود. چطور بود که بم اینقدر نظر همه رو جلب کرد؟ تعداد زیادی خبرنگار رفتن، تعداد زیادی آدمای داوطلب رفتن برای کمک. ببینید ماجرا روشنه به خاطر اینکه بم شهر مشهوریه،
من به خاطر قلعه‌ای که داشته، من پیش از اون هم اونجا رفتم برای گرفتن عکس‌های توریستی، از جمله برای یک رساله دانشجویی در آمریکا. من در واقع یک مأموریت گرفتم که از ارگ بم عکاسی کنم، و هر وقتی که من دو سه بار قبل از اونم رفته بودم، هر وقتی که من رفتم بم، همیشه تعداد توریست‌های خارجی می‌دیدم، که نه فقط توریست‌های عادی، توریست‌هایی که دنیا رو می‌گشتن با ماشین‌های خاص می‌اومدن. و اگر حالا غیر از این هم شما اگه نگاه کنید توی اینترنت بگردید، یکی از جاهایی که غروب آفتاب داره برای عکاسایی که تخصصی روی غروب آفتاب عکاسی میکنن، یکی از جاهایی که مشهور هست بم هست، و برای همین خیلی معروفه. شما میبینید مثلا نشنال جغرافی همیشه دلش میخواسته در اون پروژه عکاسی هوایی عکاس بفرسته و از بم عکاسی بکنه، متاسفانه این اجازه رو به نشنال جغرافی ندادن. و مورد بعدیش هم به خاطر اینکه خب دیگه دوربین‌های دیجیتال اومده بود و دیگه هر کسی که دوربین داشت عکاس بود، و هر کسی که میتونست عکس بگیره با سیستم دیجیتال به راحتی میتونست بفرسته، و مجموعه این اتفاقا باعث شد به نظر من که خیلی بیش از اونی که نسبت به زلزله‌های دیگه عکس گرفته میشد، تصویر گرفته میشد، عکس و خبر ازش مخابره بشه، و البته زلزله بزرگی هم بود. در مورد ارگ بم گفتید آقای دریجانی، به هر حال ارگ بم مهمترین شاخصه شهر شما بود، بسیاری از ما بم رو فقط با همین ارگ میشناختیم. در مورد ارگ بگید، این که تخریب ارگ چه تأثیری روی زندگی اهالی گذاشت؟ مطمئنن حجم و این فاجعه و حجم این فاجعه اینقدر زیاد بود که ارگ هم خودش، دیدن ارگ واسه ماهایی که همیشه ارگ استوار می دیدیم، خودش یه برامون واقع خیلی دردناک بود. نابودی ارگ متاسفانه، می دونید که البته بگم علاوه بر این که ارگ یکی از مشهورترین معرفی کننده های شهر بمه، خرما و رطب بم هم هست که بعد از زلزله بم هم به واسطه یا مسائل کشاورزی دچار آفتی شد، ولی حالا در تلاش هستن که این آفت هم برطرف کنن. ولی خب بله دیگه، ارگ سمبول یک شهر بود، سمبول استواری ملت بم بود. هرچند نابودی ارگ باعث نشد که ملت اون صبور بودن و استواریشون و بلند همتیشون رو از دست بدن، بله. اما همیشه یک نشونه هست، یعنی حتی اگر ساخت سازها انجام بشه، تموم شه و همه چیز ساخته شه، اما تخریب ارگ همیشه خواهد موند. و حتی من فکر میکنم اگر ارگم ساخته بشه، دیگه این ارگ قدیم نمیشه، اون چیزی که با معماری سابق بوده، هرچند که مطمئنم این ساخت ساز ارگ سالها به طول خواهد انجامید. در گزارش ها هست که در حال تلاش هستن برای ساخت و ساز، هم برای ارگ هم برای سایر بخش ها. شما خبر دارید که ساخت و ساز چطور پیش میره آقای دریجانی؟ حالا اجازه بدید جدا از هم بگم. ارگ خب یه مجموعه تاریخی است، ساخت و ساز ارگ نمیتونه با ساخت و سازش یک شهر مقایسه شه، باید مطالعات خیلی عمیق انجام بشه، مطالعات قبلی که انجام دادن و بیان و خشت به خشت واسه تعمیر این ارگ گذاشته میشه، باید با توجه به مطالعات باشه. پس کار یک ساله یا 10 ساله نیست، یه پروژه 10 ساله نیست. و البته بگم این تعمیرات ارگ هم در طول تاریخ تکرار شده، به عنوان مثال در دوره ناصرالدین شاه و فتح علی شاه انجام شده، هرچند گذشته است، ولی خب اینم یه جوری تعمیره. ولی به هر حال این لازمه یه گذشت زمانه، پس نباید انتظار داشت خیلی سریع انجام شه، حتی با وجود اگر بودجه هم باشه، بودجه لازمه، ولی اینکه مطالعات عمیق و حفظ معماری و اصالت ارگ خیلی لازمه، به نظر من خیلی مهمه و این زمان رو صرف میکنه. اما شهر بم به نظر من 80-90% ساخته شده، اون چیزی که باقی مونده ظاهر و نمای شهره. ظاهر و نمای شهرم وابسته به علاوه بر ارکان ادارات و نمایندهای دولتی، وابسته به مردمم هست. در ابتدای زلزله بم عده زیادی دلگرم به ساخت ساز نبودن، این شهر براشون جنبه منفی و ناراحت کننده داشت، خیلی ترک کردن. الان من عده رو میشناسم که خونهاشون رو گذاشتن و دیگه اون زمین الان مونده، کلی ساخت ساز شده اطرافش، ولی اون زمین مونده و کسی بر نگشت. این و یه عده هم که برگشتن یکم دیر اومدن، خودشون رو منطبق با اون برنامه زمانبندی واسه ساخت ساز منطبق نکردن، دیر اومدن، و لذا الان شما ظاهر شهر رو ببینید، میبینید هنوز توی ظاهر شهر یکم ساخت ساز داره، هنوز ظاهر زیبایی هنوز نتونسته پیدا کنه. هرچند شهر بم در حال حاضر بهترین و استانداردترین و میتونم به جرات بگم ایمنترین شهر ایرانه از نظر زیر ساختی، ولی خب ظاهرش شاید در نگاه اول اینو نشون بده که هنوز کار زیاده. ولی فکر میکنم عمده بمی‌ها، بمی‌هایی که
قبل از زلزله بم ساکن بودن. به جرئت اصلا کلمه عمده رو باید بردارم، به جرئت میتونم بگم همه بمی ها ساکن خونه هستند. کسایی هم که نیستن احتمالاً مهاجرایی که از اطراف اومدن، از روستاهای اطراف، شاید از شهرهای اطراف واسه کار کردن اومدن و در تلاشن که حالا ساخت و ساز انجام بدن. همین ساخت و ساز هم باعث میشه که دوباره یه گوشی از شهر به نظر بیاد که در حال ساخت و سازه. ولی آره، به عنوان ظاهر سازی یک شهر هنوز این شهر نیاز داره که به ظاهرش بیشتر رسیده بشه و به نمای شهر بیشتر رسیده بشه. آقای منتظری، شما بعد از اینکه اون زمان در زلزله عکاسی کردید، باز هم به بم سر زدید، چطور دیدید شهر رو سالهای بعد؟ ببینید، زمانی که من به بم رفتم اونقدر فاصله نگرفته بود از زمان زلزله که بتونم بگم که تغییرات زیاد بود یا تغییراتی دیدم که بتونم، چون واقعا زمان زیادی نگذشته بود. ولی به چیز دیگه میتونم اشاره کنم، اونم اتفاقی که در خود زلزله افتاده بود، یعنی میافتاد و نشون میداد که خب این شهر به این راحتی بر نخواهد گشت به جای قبلیش. اونم به خاطر به هم ریختگی بود که در نوع امدادرسانی وجود داشت. وقتی که من و همسرم جلوی یک وانت به سختی به همراه یک عکاس دیگه چهار نفری نشستیم با راننده جلوی یک ماشین و ساعت یک و دو شب وارد بم شدیم، هیچ چیزی جز سیاهی وجود نداشت و جایی فقط آتش از دور روشن بود. یواش یواش که صبح شد و ما دیدیم که تازه طلوع که میاد، تازه داریم میبینیم چه اتفاقی افتاد و هیچ خبری از امداد نبود، در حالی که نزدیک به یک روز گذشته بود. بله. خب و نیروهایی که خودشون از اطراف اکناف شهر رسونده بودن کمک میکردن، هیچ سیستمی برای رسوندن امداد وجود نداشت. ببینید، من چون در اون زمان برای یک آژانس عکس انگلیسی به صورت فریلنس کار میکردم، به صورت آزاد کار میکردن، ماموریت داشتن که چند ساعتی با یک گروه نجاتی که از انگلیس اومده بودن کار بکنم. شما ببینین، ظرف مثلا 24 ساعت گروه های از جاهای مختلف دنیا اومده بودن توی بم کمک کنن، ولی اینا واقعا هیچ کاری نمی کردن. برای اینکه وقتی من باشون حرف می زدم، می گفتن باید به ما بگن ما چی کار کنیم، و همه اینا داخل کمپشون نشسته بودن و داشتن چای می خوردن، قهوه. و ببینیم مثلا یک مثالی که بزنم، متاسفانه نتونستم من عکسش رو بگیرم، برای اینکه پشت وانت نشسته بودم با گروه امداد انگلیسی داشتیم میرفتیم برای جایی، این بود که یک زن و کودکی رو دیدم کنار خیابون نشسته بودن، چند تا کنسرو دستشون بود و با سنگ سعی میکردن این کنسروها رو وا کنن. یکی از تلخ‌ترین تصاویر بود که من تو بم دیدم و هنوزم توی خاطره من مونده. خیلی متشکرم از شما جواد منتظری، عکاس خبری که اون روزها در بم بودن، و همینطور مهداد دریجانی، دانشجوی اهل بم، الان از سن جونز کانادا با ما.